خب این چیزی که شما دارید میگید ریشه در سه تا عامل میتونه داشته باشه که شما باید ببینید کدومی که از اینها در مورد شما وجود داره و صدق میکنه. اول فرایند رشد و سیستم رشد رقابتی، یعنی زمانی که خواهرها و برادرها در فرایند رشد دارای پدر مادری هستند که والدین با مکانیزم‌های رقابتی اونها رو بزرگ میکنن، همواره اینها رو با هم مقایسه میکنن، همواره اینها رو در رقابت قرار دادن، اینجا زمانی میشه که وقتی در آینده یکی از این خواهر و برادرها دارای یک موفقیت، موقعیت یا یک پیشرفت یا زمانی که ورود به یک مرحله جدیدی از زندگی میشه، مثلا زودتر از اون یکی فارغ التحصیل میشه، زودتر از اون یکی بچه دار میشه، یا زودتر از اون یکی مثلا گواهینامه‌شو میگیره، یا هر موفقیت یا عملکرد کوچک و بزرگ دیگه‌ای، چون همواره در فرایند رشد این سیستم رقابتی وجود داره، در نتیجه یک احساس انزجار یا یک احساس بد در فرد دیگه میتونه از قدمی که اون یکی برداشته ایجاد بشه. پس در نتیجه اگر شما احساس در واقع انزجار یا یک احساس بدی نسبت به بچه برادر یا خواهر خودتون دارید زمانی که متولد شده، میتونه اولین دلیل این باشه که شما در خانواده‌ای رشد کردید که سیستم‌های رقابتی و رشد رقابتی درش محوریت داشته. عامل دوم عدم توجه و بی‌توجهی مداومه، یعنی اگر شما در فرایند ارتباطتون با برادر یا خواهرتون یک بار اون توجه قطع شده، به عنوان مثال شما یک رابطه خاصی رو داشتید با هم دیگه که این رابطه کیفیت و کمیتش با ورود یک فرد دیگه که حالا همسر اون خواهر یا برادر شما باشه دچار در واقع از بین رفتن و دچار تزلزل شده، در اینجا هم شما به واسطه اینکه این توجه رو دریافت نکردید بعد از حضور فرد دیگه، میتونید نسبت به فرزند خواهر یا برادرتون یک انزجاری داشته باشید، چون این فرزند محصول مشترک ارتباط برادر یا خواهر شما با اون فردیه که این توجه و یا این محوریت ارتباط رو از شما منحرف کرده. و میتونه یه سری عوامل از قبیل این که شما در جریان نباشید که برادر یا خواهرتون در حال بچه دار شدنه یا در روند در واقع زندگی مشترکشون قرار نگرفتین، میتونه تشدید بکنه این بیتوجهی رو و در نتیجه انزجار شما رو بیشتر کنه. و عامل سوم که میتونه باعث احساسات شما باشه استفاده از مکانیزم دفاعی جابجاسازیه، یعنی زمانی که ما دارای یک تنفر و احساس منفی نسبت به برادر یا خواهر خودمون هستیم که جامعه و استانداردهای پیرامونی ما از بروز این احساس جلوگیری میکنه و در واقع جامعه به ما اجازه نمیده که این احساس تنفر رو نسبت به برادر و خواهر خودمون ابراز بکنیم، به واسطه اینکه استانداردهای دنیا به ما میگه که بد، فرهنگ ما، جامعه‌ای که درش روش کردیم هماره به ما گوشزد کردی که ما نباید تنفر رو نسبت به دیگران بلخص اعضای خانواده خودمون داشته باشیم. این تنفر با حضور یک فرزند جدید میتونه از سمت برادر یا خواهر ما جابجا بشه و به اون فرد، به اون فرزند در واقع منتقل بشه. پس عامل سوم میتونه انتقال احساسات و عواطف منفی باشه که شما همواره از دوران طفولیت داشتید، سرکوبش میکردید و حالا با حضور این بچه شما فرصت ابراز این احساسات رو پیدا کردید.